با درود و مهر، در بامداد سه‌شنبه نهم مهر ماه 1403 به وقت ایران و کماکان شامگاه دوشنبه 30 سپتامبر 2024 در واشنگتن، من محمد منظرپور با مجله خبری هدلاین در خدمت شما هستم. بر اساس تازه ترین خبرها، ارتش اسرائیل عملیات زمینی رو علیه اهداف حزب الله در جنوب لبنان آغاز کرده و با حملات توپخانه‌ای و هوایی شدید شهرها و روستاهای نزدیک به مرز رو هدف قرار داده. دولت بریتانیا برای کمک به اتباع بریتانیایی که میخواهند لبنان رو ترک کنند یک پرواز چارتر ترتیب داده، در حالی که چندین شرکت هواپیمایی به طور موقت پروازهای خودشون رو به این منطقه متوقف کردند. جنگنده های اسرائیلی بار دیگر جنوب بیروت رو بمباران کردند و چندین محله از جمله محلات لیلکی، المریجه، حارس حریک و بلجل برهنه را هدف قرار دادند. مرکز عملیات اسرائیلی بهداشت عمومی وزارت بهداشت لبنان اعلام کرده که عملیات اسرائیل روز دوشنبه در سراسر لبنان دست کم 95 کشته و 172 زخمی بر جای گذاشته. در غزه نیز نیروهای اسرائیلی به بمباران منطقه محاصره شده ادامه دادند و حداقل 32 نفر از جمله 11 نفر در یک مکان هم در اردوگاه آوارگان نصیرات در مرکز نوار غزه جان خودشون رو از دست دادن. تصاویری از تجمع واحدهای زرهی اسرائیل در مرز لبنان توسط خبرگزاری رویترز مخابره شده. پیشتر در روز دوشنبه وزارت دفاع اسرائیل ویدئویی رو از حضور آقای یوآف گالانت وزیر دفاع اون کشور در نقطه‌ای که گفته میشد نزدیک مرز لبنانه در بین شماری از نظامیان اسرائیلی منتشر کرد. حذف نصرالله یک گام مهم است، اما به این ختم نمی شود. ما از همه توانمندی های ما استفاده می کنیم و اگر کسی در جبهه مقابل است که نمی داند این یعنی چی، یعنی همه توانمندی های ما. شما بخش این تلاش هستید، ما روی شما حساب می کنیم برای هر دستاوردی. تقریبا همزمان با این تحولات، شیخ نعیم قاسم قائم مقام دبیرکل حزب الله لبنان که الان ارشدترین مقام این تشکله، در مصاحبه تلویزیونی از آمادگی این جنبش برای مقابله با پیشروی نیروهای اسرائیلی در جنوب لبنان خبر داد. نبرد طولانی است و گزینه ها باز در مقابل ما. مقابله خواهیم کرد با هر گونه احتمالی و آماده ایم برای آن، اگر که اسرائیل تصمیم گرفته است که زمینی وارد بشه و نیروهای مقاومت آماده اند برای این که مقابله کنن با یورش زمینی. ما آماده ایم و خودمون را مجهز کرده ایم. اهل ما و دوستداران ما، مصیبت و ضایعه بزرگه و فداکاری ها بزرگه و دشمن
در دو مسیر حرکت می کند. یک، حمله نیروهای بشری و نظامی مقاومت برای تعطیلی قدرت. دوم، حمله به روستاها و شهروندان برای ایجاد شکاف بین مقاومت و بین مردم. اما در خصوص قدرت، ما تلاش میکنیم با تمام توان و ترور کادر خودمون را جایگزین میکنیم با کادر دیگر، و اسرائیل نمیتواند قدرت نظامی ما را نابود کند. و آنچه که رسانه های آنها اعلام میکنند که بیشتر قدرت نیمه سنگین و قدرت ما را از بین بردن، این آرزویی است که به آن نمیرسند و به آن نرسیدند. قدرت ما محکمه و زیاده، و در بسیاری از مواقع آنها دیوانه می شوند به خاطر عدم قدرتشون به این قدرت های ما. ما آمادگی کامل داریم به حمد خداوند و آماده ایم. ما در یک مرکب سواری و انشالله پیروز خواهیم شد، همانطوری که پیروز شدیم در آزادی سال 2006 در مقابله با دشمن اسرائیلی و حملات او. مسئله پایانی و مسئله دیگر، ما الان پیگیری میکنیم در سطح رهبری و مدیریت درگیری ها بر اساس سازماندهی حزب. سازماندهی حزب نمایندگانی دارد و جایگزین هایی دارد برای ذخیره که آمادن وقتی که رهبری یا فرماندهی دچار جراحت یا مصیبت شد، آن را جایگزین کنیم. به هر کاری که ما انجام دادیم، اقدامات لازم بود برای جابجایی جایگزین ها که مشکلی پیش نیاید. در همین روز، یعنی روز دوشنبه، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که در آستانه گشایش جبهه دومی در نبرد منطقه خودشه، پیامی رو برای مردم ایران مخابره کرد. I speak a lot about the leaders of Iran. Yet at this pivotal moment, I want to address you, the people of Iran. I want to do so directly, without filters, without middlemen. Every day, you see a regime that subjugates you make fiery speeches about defending Lebanon, defending Gaza. Yet every day, that regime plunges our region deeper into darkness and deeper into war. Every day, their puppets are eliminated. Ask Muhammad Deif. Ask Nasrallah. There is nowhere in the Middle East Israel cannot reach. There's nowhere we will not go to protect our people and protect our country. With every passing moment, the regime is bringing you, the noble Persian people, closer to the abyss. The vast majority of Iranians know their regime doesn't care a whit about them. If it did care, if it cared about you, it would stop wasting billions of dollars on futile wars across the Middle East. It would start improving your lives. Imagine if all the vast money the regime wasted on nuclear weapons and foreign wars were invested in your children's education, in improving your health care, in building your nation's infrastructure, water, sewage, all the other things that you need. Imagine that. But you know one simple thing. Iran's tyrants don't care about your future, but you do. When Iran is finally free, and that moment will come a lot sooner than people think, everything will be different. Our two ancient peoples, the Jewish people and the Persian people, will finally be at peace. Our two countries, Israel and Iran, will be at peace. When that day comes, the terror network that the regime built in five continents will be bankrupt, dismantled. Iran will thrive as never before. Global investment, massive tourism, brilliant technological innovation based on the tremendous talents that exist inside Iran. Doesn't that sound better than endless poverty, repression, and war? From Qom to Isfahan, from Shiraz to Tabriz, there are tens of millions of good and decent people with thousands of years of history behind them and a brilliant future ahead of them. Don't let a small group of fanatic theocrats
crush your hopes and your dreams. You deserve better. Your children deserve better. The entire world deserves better. I know you don't support the rapists and murderers of Hamas and Hezbollah, but your leaders do. You deserve more. The people of Iran should know Israel stands with you. May we together know a future of prosperity and peace. اکثر تحلیلگران نظامی امنیتی سخنرانی آقای نتانیاهو خطاب به مردم ایران رو حداقل در فضای فارسی زبان به نوعی تهدید آقای نتانیاهو برای ورود به معرکه نظامی علیه ایران تلقی کردند و تلاش او برای استفاده از نقاط حساسی که در ذهن جامعه ایران وجود داره. اما آیا حکام تهران نسبت به این موضوع احتمال ورود مستقیم اسرائیل علیه ایران نگرانی دارند؟ این سوالی بود که جمعی از دانشجویان از آقای محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر ایران پرسیدند. خلاصه آیا رژیم صهیونیستی به ایران حمله خواهد کرد یا نه؟ یه چیزایی رو الان دارن پخش میکنن. خب ما سید شهید رو دادیم، حزب الله رو فردا میخوایم انصار الله رو بزنیم، بعد میریم عراق اونا رو میزنیم، بعد میریم سوریه اونا رو میزنیم، بعد میریم سراغ ایران. این خیال پردازی ها رو میکنن برای اینکه روحیه رو تضعیف کنن. این رژیمی که خودش الان در غزه تو گل مونده، همه الان نمیتونه کشورش زفت رفت کنه، 2 میلیون آواره رو دستش برای اولین بار، اینا مردم رو آواره کردن، حالا خودشون آوارگی دارن. این رژیمی که هر نقطهش برای ضربات مقاومت سوراخه، هر جور گنبد آهنین و فلاخن دیوید و نمیدونم هر چی درست میکنن، یه جوری این بچهای مقاومت با تیزهوشی ازش رد میکنن، میزنن به هدف. هر روز هم اینجوریه دیگه، مثلا صحبت ماهیه بار نیست. شما هر روز نگاه کنید، هر روز این داره میخوره. خب یه همچه عنصر بدبختی یه همچه خیال پردازی ها رو میکنه، نه این چیزا نیست. و انصار الله قهرمان جهان عرب هست. ببینید این یمنی که در جهان اسلامیش که حاضر نبود اسمشو ببره، عربا رو تحقیر میکردن. البته یمن میدونید گهواره تمدن بشریه، بحث دیگه است. الان شده بطل العروبه، خودشون میگن. یعنی الان در عالم عرب یه قهرمان هستن، هم یمنی هستن. خب همین یمنی که مردم با دمپایی میجنگن، یکی از شریانهای بزرگ اقتصادی رژیم صهیونی رو قطع کرده. نه آمریکا حریفه شده، نه انگلیس. یعنی دیگه چی میخواستن بیارن؟ آوردن یک چیز مثلا کتکلوفتی از این چیزهایی که دریایی دارن و انواع هواپیما روش سواره، هی نشون بدن برای اینکه بترسونن. دو تا از موشک‌ها خورد به گوشش، سری در رفتن عربستان که اینو تعمیرش کنن، سرش هم بلند نکردن که چی شده. اینا از این شده نترسیدن. همین پریروز اینا 4 تا کشتی جنگی آمریکا رو زدن، ناوچه هاشون رو. خب ببینید این شجاعت از کجا پیدا شده؟ اصلا یمن چی داره که میخواد بزنید؟ هی میگه ما یمن میزنیم. البته باید عرض بکنم که این موارد اصابت موشک‌های نیروهای حوثی یمن به ناو هواپیمابر و 4 شناور جنگی آمریکا واقعا در هیچ شبکه مخابره نشده و من نمیدونم چجوری میشه صحبت آقای لاریجانی رو صحت سنجی کرد، چون که ما تصویری نمیدونم خبری چیزی از این بابت ندیدیم. اما علارغم لحن در واقع کوچک شمارانه مقامات دولت ایران در رابطه با تهدیدی که نسبت به در واقع درگیری مستقیم اسرائیل با تهران وجود داره، تحلیلگران اینجا در واشنگتن نگرانی بس عظیم‌تری دارن و اعتقاد دارن که دلایل متعدد احتمال وقوع این درگیری بسیار زیاده.
در همین رابطه تلویزیون دموکراسی ناو یا دموکراسی اکنون مصاحبه‌ای داشته با آقای تریتا پارسی، نایب رئیس اجرایی مؤسسه کوئنسی برای کشورداری مسئولانه و کل رویکرد ایران، چرا ایران بازدارندگی داره از خودششون میده، گزینه‌های پیش رو، تأثیری که در انتخابات پیش رو در آمریکا داره رو در این مصاحبه به بحث گذاشتن. ما به سراغ تریتا پارسی، معاون اجرایی مؤسسه کوئنسی برای کشورداری مسئولانه می رویم. او به تازگی مقاله برای زیتو نوشته با این عنوان که نصرالله ترور شد. بچه تریتا، ممنون که دوباره به ما پیوستید. بچه اتفاقی خواهد افتاد و واکنش شما به ترور حسن نصرالله رهبر با سابقه حزب الله چیست؟ So a lot of eyes are of course on Iran and trying to figure out what Iran is going to do next, but we have to recognize that Israel. خب البته بسیاری از چشم‌ها به ایران دوخته شده و سعی می‌کنند بفهمند ایران در آینده چه خواهد کرد، اما ما باید بپذیریم که اسرائیل با موفقیت ایران را در گوشه رینگ انداخته. ایران بازی طولانی را تعقیب می‌کرد، سعی داشته از رویارویی مستقیم با اسرائیل اجتناب کند، ضربه‌های زیادی را تحمل کرد، اما در روند انجام بازی طولانی گزینه‌های ایران کمتر و ضعیف‌تر و خطرناک‌تر شد. در این مرحله اگر ایران تقریبا هر کاری انجام دهد، خطر آغاز جنگ منطقه‌ای بزرگتری را به همراه خواهد داشت، جنگی که نتانیاهو میخواهد و ایرانی ها سعی کردند از آن اجتناب کنند. در نتیجه فکر میکنم که چشم ما باید به آنچه اسرائیل در آینده انجام میدهد باشد. آیا به تهاجم ادامه خواهد داد؟ اکنون گزارش هایی داریم از رخنه برخی از کماندوهای اسرائیلی به داخل لبنان، احتمالاً در تدارک یک تهاجم زمینی. اگر ایرانی ها به این نتیجه برسند که استراتژی اسرائیل این است که این سازمان ها را قبل از هدف گرفتن ایران نابود کند، ممکن است ایرانی ها را وادار کند که به جای صبر گزینه دیگری برگزینند. اما در غیر این صورت به نظر می رسد ایرانی ها به دلیل مشکلات داخلی خود نمی خواهند درگیر تقابل مستقیم شوند. ایران به دلیل سرکوبگری رژیم، به ویژه در اعتراضات دو سال پیش، با خشم قابل توجهی از سوی مردم مواجه است. معتقد نیست که واقعا می تواند باز چنین تجربه ای را تکرار کند. در عوض اولویت‌هایش این است که ببیند آیا می‌تواند با ایالات متحده در مورد مسئله هسته‌ای به توافق برسد، تنش‌ها را کاهش دهد، برخی از تحریم‌ها را بردارد، اقتصاد را بهبود بخشد تا فاصله بین جامعه و دولت را کاهش دهد. آخرین چیزی که آنها در این مقطع می‌خواهند جنگ با اسرائیل است که به احتمال زیاد این فاصله و خشم مردم را افزایش خواهد داد. Between the society and the government. The last thing they want in that context is a war with Israel that will most likely increase that distance and the anger of the population. In addition to the assassination of Hassan Nasrallah on Friday. علاوه بر ترور حسن نصرالله در روز جمعه، اسرائیل یکی از فرماندهان سپاه، عباس نیلفروشان را هم در حمله به نصرالله کشت، یک چهره سرشناس یا کلیدی در جنگ ایران و عراق. آیا می توانید در مورد اهمیت او و همچنین نقش رئیس جمهور جدید ایران که به عنوان یک اصلاح طلب دیده می شود صحبت کنید؟ The role of the new Iranian president seen as a reformist. So Iran has taken quite a lot of. خب ایران ضربه های زیادی خورده. نیل فروشان آخرین فرمانده است که توسط اسرائیل کشته شده، نه فقط از 7 اکتبر، بلکه در طول چندین سال در سوریه و در خود لبنان، و این بخشی از بازی طولانی ایران بوده که لزوما به تک تک اینها واکنششان ندهد، زیرا آنها میدانند که اسرائیل در موقعیت قوی تری قرار دارد و علاقمند است که زودتر رویارویی کند. اما دوباره این استراتژی بلند مدت تنها در صورتی کار میکند که یک بازی کوتاه مدت نیز وجود داشته باشد. به نظر می رسد که بازی کوتاه مدت ایران در حال حاضر در حال شکست است. با توجه به اینکه اسرائیل توانسته سیستم ارتباطی حزب الله را مختل کند، رده بالای فرماندهان آن را از بین ببرد و حزب الله را در موقعیت بسیار بسیار ضعیفی قرار دهد. Weak position. So the U.S. struck Hodeidah. خب ایالات متحده به هدیده در یمن و حوثی‌ها حمله کرده. سوال اینه که آنها چگونه پاسخ خواهند داد؟ آیا می توانید در مورد رابطه ایران با حوثی‌ها، حماس و حزب الله صحبت کنید؟ Relationship with the Houthis, with Hamas, and with Hezbollah. I think one of the things that has not been acknowledged, at least not in the Western narrative about October 7th, is that
فکر میکنم یکی از چیزهایی که حداقل در روایت غرب در مورد 7 اکتبر مورد توجه قرار نگرفته این است که این اتفاق به وضوح در زمان بسیار بدی برای ایرانی ها و خود حزب الله رخ داد. فکر میکنم در واقع در تهران به طور خصوصی نارضایتی زیادی را نسبت به حماس برانگیخت، زیرا بدیهی است که ایرانی ها از نقشه حماس برای آن حمله آگاه نبودند، خصوصا که رویارویی با اسرائیل در مرحله بسیار زودتر از آنچه ایرانی ها و حزب الله برای آن آماده بودند پیش آمده. اقتصاد لبنان در فاجعه کامل بود. ایران مشکلات خود را داشت. آنها به دنبال دعوا نبودند. محاسبات حماس کاملا متفاوت بود و همچنین فاصله که بین این پدیده‌های مختلف وجود دارد به شما نشان می‌دهد ایران و حزب الله بسیار بسیار به یکدیگر نزدیک‌ترند، در حالی که حماس جدیدتر به محور ایران اضافه شده و روابط آنها بسیار مشکل ساز بوده. آنها چندین بار به اختلاف خوردند. حماس در ابتدا دشمن سرسخت ایران بود. آن وقت حوثی‌ها را داریم که پدیده بسیار متفاوتی‌اند. کار خودشان را می‌کنند. اساساً بخشی از محور هستند، اما به وضوح نشان دادند که از ایران دستور نمی‌گیرند. آنها به طور علنی از ایران انتقاد کردند و استدلال می‌کنند که ایران بیش از حد ریسک‌گریز بوده و باید خیلی زودتر در حمایت از حماس و حزب الله و حوثی‌ها وارد این صحنه می‌شد، به جای اینکه از دور تماشا کنند. I want to finally ask about the same question I put to Gideon. می‌خواهم در پایان همان سوالی که از گیدئون لوی در تل‌آویو پرسیدم را بپرسم. شما ایرانی آمریکایی هستید، کتاب‌های فراوانی در مورد سیاست‌های ایالات متحده ایران و اسرائیل نوشته‌اید. از جمله از کتاب‌های شما می‌توان به از دست دادن یک دشمن، اوباما، ایران و پیروزی دیپلماسی اشاره کرد و اولین کتاب شما که اتحاد خائنانه معاملات مخفیانه ایران، اسرائیل و ایالات متحده بود. آیا احساس می‌کنید که نخست وزیر اسرائیل می‌کوشد ایران را به جنگ با ایالات متحده حامی شماره یک ارتش اسرائیل بکشاند؟ فکر نمی کنم تردیدی وجود داشته باشد که این برنامه نتانیاهو است و دلیل موفقیت او در چند هفته گذشته به دلیل اقدام خاصی از سوی اسرائیل نیست، گرچه البته آنها موفقیت‌های بزرگی به دست آوردند. این به دلیل موضع دولت بایدن است. بایدن انتخاب کرده که بسیار بی‌تفاوت باشد. بی‌تفاوت‌تر از هر رئیس جمهور دیگری در آمریکا نسبت به اقدامات نتانیاهو و در نتیجه علی‌رغم همه حرف‌ها مبنی بر اینکه می‌خواهد از یک جنگ فراگیر بزرگتر اجتناب کند که به وضوح به نفع ایالات متحده است، بایدن موضعی را اتخاذ کرده که صرفاً این را می‌گوید، اما سپس سلاح‌ها را در اختیار اسرائیل قرار می‌دهد. حمایت سیاسی، دیپلماتیک و تسلیحاتی و مالی برای اینکه نتانیاهو بتواند دقیقاً همان تشدید تنش را که بایدن می‌گوید نمی‌خواهد تعقیب کند. این فرق بزرگی است که اکنون شاهدش هستیم، اینکه ایالات متحده تحت رهبری بایدن انتخاب کرده که کاملا از هر کاری که نتانیاهو میکند حمایت کند و برنامه نتانیاهو برای مدت طولانی این بوده که توازن را در خاورمیانه معکوس کند تا اطمینان حاصل کند که اسرائیل بار دیگر از موقعیت بسیار قوی تر و مطلوبی در منطقه برخوردار است، با کاهش بسیاری از چالش هایی که برای اسرائیل در منطقه وجود دارد. معکوس کردن این توازن کاری نیست که اسرائیل بتواند به تنهایی انجام دهد. تنها با وارد کردن ایالات متحده به جنگ میتواند این کار را بکند، چه به طور مستقیم چه به روشی که بایدن از هر کاری که اسرائیل انجام میدهد حمایت کند. In the United States into the war, whether it is directly or in the manner that Biden has been supporting everything that Israel is doing. I mean, you have U.S. troops. You have the war. منظورم این است که شما سربازان آمریکایی در منطقه دارید، کشتی‌های جنگی در شرق مدیترانه و در خلیج فارس. شما سربازان آمریکایی در اردن دارید. در مجموع حدود 50,000 سرباز آمریکایی در منطقه اند. اگر این تنش تشدید شود، تاثیر آن را بر انتخابات ایالات متحده چگونه می‌بینید؟ منظورم این است که پس از اینکه نتانیاهو در کنگره آمریکا سخنرانی کرد و بیش از هر رئیس جمهور دیگری در تاریخ آمریکا مورد تشویق قرار گرفت، بیش از 50 تشویق ایستاده، او به مارالاگو رفت تا با ترامپ دیدار کند. آیا واقعا فکر می‌کنید این به انتخاب ترامپ کمک خواهد کرد؟ He went down to Mar-a-Lago to meet with Trump. This will serve Trump in this election. Whether one thinks that Trump is going to be different or not from what Biden has done. چه فرض کنیم که ترامپ یا هریس با بایدن متفاوت باشند یا نباشند، واقعیت این است که اگر شما این انفجار را در منطقه داشته باشید، اگر خود ایالات متحده قبل از انتخابات به جنگ کشیده شود، به نفع ترامپ خواهد بود. دولت بایدن گفته که بیش از 10 ماه است که 24 ساعته و بدون هیچ استراحتی تلاش می‌کند تا آتش‌بسی برقرار کند و مطلقاً دستاوردی برای ارائه ندارد به جز ارسال مداوم سلاح و سلاح بیشتر به اسرائیل. هرچند این ممکن است برخی از حامیان وفاداری
وفادار عناصر میانه روی حزب دموکرات را نراند، من فکر میکنم به طور قابل توجهی خطر از دست دادن بسیاری از افرادی که موضع میانه روی دارند، آنهایی که حاضر بودند به بایدن یک شانسی بدهند و همینطور به کاملا هریس. اما اگر این فاجعه اتفاق بیفتد، من فکر میکنم آن آرا، آن بلوک رای دهنده که من در مورد عرب آمریکایی ها یا نسل زد یا مسلمانان آمریکایی صحبت نمی کنم، بلکه اون بلوک رای دهندگان میانه روی دیگر، آنها ممکن است در نتیجه این از دست بروند. با سپاس از اینکه تا اینجای برنامه همراه ما بودید. عزیزانی که علاقه دارن کمک بکنن به تولید این گونه برنامه ها که مستقل و نظریات دو طرف در واقع مطرح میشه، هم میتونن به تلویزیون کمک بکنن و همین که منم یک سایت GoFundMe باز کردم که روی تویترم هست، اگر احیانا خواستن به این برنامه خاص کمک بکنن، خیلی به هر حال کانتریبیوشنشون برای ما ارزشمند خواهد بود. با سپاس از آرش که امکان پخش برنامه رو فراهم کردن، همچنین بانو دشتی، بانو نیک نژاد و جناب تابش در ادمین های یوتیوب، تا فردا که باز همراه شما باشم، بدرود و ایام بکام.